جمشید برزگر روزنامه‌نگار از لندن با ماست. آقای برزگر، یه مقدار میخوام بپرسم که فکر میکنی که چرا از ما داریم میشنویم با توییت و پیام از رهبران و شخصیت‌ها در سراسر دنیا، از ایران چرا همچنان سکوت داریم دریافت میکنیم؟ بله، ببینید، واقعیت هم این است که در خود این وضعیت نشاندهنده نکته است که کشورهای مختلف جهان، رهبران مختلف جهان در مورد جمهوری اسلامی میگن، و اینکه یک حکومت غیر متعارف هست، یک حکومت یاغی است که نظم جهانی رو نمیپذیره، نه تنها نظم جهانی رو نمیپذیره، نه تنها در واقع همراهی نمیکنه برای برقراری آرامش و ثبات، بلکه اساسا از حداقل نزاکتی که انتظار میره به عنوان نمایندگان مردم یک کشور، نمایندگان ملتی با فرهنگ و با سابقه در واقع در عرصه جهانی بازتاب بدن، میبینیم که این کار رو هم نمی کنن. شما در نظر بگیرید حتی در شرایطی که ولادیمیر پوتین پیام تسلیت میگه، در حالی که عملا کشورش به نوعی با بریتانیا و دیگر کشورهای غربی بر سر اوکراین و مسئله انرژی و در نوعی جنگ به سر میبره که حتی شدیدتر، بسیار شدیدتر از وضعیتی است که ما در جنگ دوران جنگ سرد تجربه کرده بودیم، اما او اونقدر در واقع درایت سیاسی و نزاکت سیاسی داره که در چنین شرایطی هم در گذشت ملکه الیزابت رو به مردم و به دولت بریتانیا تسلیت بگه. اما در جمهوری اسلامی نه تنها چنین اتفاق نمیفته، یعنی این حکومت به هیچ عنوان نمیتونه نمایندگی بکنه اون افکار عمومی رو که در ایران وجود دارن، به عنوان کشوری که به هر حال دارای سابقه بسیار طولانی از نظر داشتن نهاد پادشاهی بوده، و این خب بسیار بسیار غم انگیز است. البته خب باعث خوشحالی است که شاهزاده رضا پهلوی این کار رو انجام دادن و به نوعی در واقع جبران کردن، اما این امر به هر حال دارای پیامدهای دیپلماتیک و هزینه‌زایی برای منافع ملی خواهد بود. دولت مردان بریتانیایی این امر رو فراموش نخواهند کرد. ضمن این که مسئله فقط به سکوت ختم نشده، بلکه میبینیم که رسانه‌های نزدیک به حکومت، نزدیک به سپاه پاسداران، مثلا خبرگزاری فارس، در روز درگذشت ملکه الیزابت که می شاهد اون هستیم که مردم جهان، رهبران جهان چگونه دارن به اون واکنش نشون میدن، اقدام به انتشار مطالبی اهانت‌آمیز نسبت به او میکنن، و خب این به هر حال اهانتی است که به هر شکل به اسم مردم ایران، کشور ایران، نسبت به مردم و کشور بریتانیا ثبت خواهد شد. این واقعا شایسته این مردم نیست و اساسا قابل قبول برای افکار عمومی در داخل ایران هم نخواهد بود. آقای برزگر، این که من الان همین فارس که شما اشاره کردید، میراث خونین ملکه انگلیس برای بشریت، آنچه که ما میبینیم از اینجور سایت ها، اینها را به حساب فقر فرهنگی باید گذاشت یا به حساب بازی های سیاسی؟ هر دو. ببینید، اساسا نویسنده این مطلب و اصولا رهبران جمهوری اسلامی اصولا درکی از سازوکار قدرت در بریتانیای مدرن ندارن، اونها درکی از حکومت مشروطه ندارن، همونطور که ما در خود که ایران میبینیم، در واقع اون چیزی که به اسم ولایت مطلقه فقیه داره اعمال میشه، اینکه یک فردی که در رأس کشور هست در همه زمینه ها، در همه امور تصمیم بگیره و عملا دیگر نهادهای سیاسی کشور و از جمله رأی مردم و صندوق رأی رو بی اعتبار میکنه. خب این فکر میکنم در کشورهای دیگر هم اینطور است. خب این مسلم است در 70 سال سلطنت ملکه الیزابت دوم او کمترین مداخله ای در مسائل سیاسی نداشت از هیچ جنبه ای، و آنچه که انجام میداد در واقع بیشتر جنبه نمایشی بود برای حفظ اون وحدت ملی و تاریخی که مردم بریتانیا اون رو دوست دارن به هر دلیلی، علارغم اینکه جریان های جمهوری خواه در همه این سالها به ویژه در قرن 20 قوت گرفتن، ولی خوب میبینیم که چه در بریتانیا چه در کشورهای مشترک المنافع به هر حال مردم نهاد سلطنت رو پذیرفتن و به ویژه با شخص ملکه الیزابت در واقع رابطه خوبی داشتن. بنابراین در آنچه که در جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته، یکی همونطور که گفتید فقر فرهنگی و تاریخی است که کسانی که به هر حال بدون داشتن شایستگی های لازم نمایندگی مردم رو در عرصه بین المللی خواه نخواه دارن بر عهده دارن و به دوش میکشن، و یکی هم در واقع بازی های سیاسی است. فراموش نکنید که
به حال بعد از این همه شعار بسیار برای رهبران جمهوری اسلامی دشوار خواهد بود که بخوان بیان برای ملکه الیزابت پیام تسلیت صادر کنند. این اون بنبستی است که جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی خودش ایجاد کرده، خودش رو در اون گرفتار کرده و البته باکی هم نداره برای اینکه هزینه هاش رو این مردم ایران هستن که دارن میپردازن. جمشید برزگر، متشکرم از صحبت با ما.